این روزها چشم مردم افغانستان به قطر دوخته شده و مذاکرات دولت افغانستان با طالبان. ما از این گفتگوها پشتیبانی می کنیم، اما لازم است که یک موضوع به طالبان خاطر نشان بشه. طالبان به برخی از رسانه‌های خارجی گفتند که اگر این مذاکرات نتیجه مطلوب و دلبخواه اونها را در پی داشته باشه که خوب، و اگر که در پی نداشت، با توسل به جنگ و با زور تفنگ حکومت افغانستان را سرنگون کرده، افغانستان را تصرف و امارت خود تشکیل میدن. ما به عنوان وکیل مردم و از جایگاه عضویت شورای ملی افغانستان خطاب به طالبان میگم که اگر شما واقعا اهل این سرزمین هستین و اگر حتی یک ذره دل شما برای این مردم رنج دیده میتپه، از این فرصت طلایی برای آمدن صلح استفاده کنین و بگذارین که این ملت زخمی بعد از 14 جنگ داخلی و مصیبت بالاخره طعم آرامش را بچشن. اما هرگز گمان مبرین که با توسل بر زور و سرنیزه میتونین این سرزمین را تحت سلطه درارین. هرگز گمان باطل مبرین که چون قهرمان جاودان ملی احمد شاه مسعود در میان ما نیست، کسی سودای مقاومت را در سر نداشته باشه. نه، اگر احمد شاه مسعود زنده نیست، آرمان او زنده است، نسل مقاومت زنده است. ما به صراحت به شما میگم که اگر متوسل به زور شدین، جبهه نوین مقاومت تشکیل و فوج فوج از جوانان این سرزمین در مقابل شما خواهند رزمید. ما اکنون پشتیبان این مذاکراتیم و امید فراوان داریم که انشاءالله جنگ و برادرکشی تمام بشه. اما اگر بخواهین که به گفتگوها پشت پا بزنین و از راه زور این وطن را اشغال کنین، به الله قسم که همه ما به پا می ایستیم و من خودم به عنوان یک جوان این سرزمین عطای پارلمان و وکالت را به لقایش می بخشم و در کنار ده ها هزار جوان دیگر این سرزمین سینگی پوشیده، تفنگ به دست گرفته و در مقابل شما تا آخرین نفس می جنگیم. ما از نسل همان دلاورانی هستیم که دماغ ابرقدرت‌های زمان را در این سرزمین به خاک مالیدن و کوه و دشت این سرزمین با گام‌های نیاکان مبارز ما آشناست. پس از این فرصت طلایی برای صلح استفاده کنین و خیال‌های خام را از سر خود دور کنین.